میترسم بیوفتیم روزی تو حیات. گلدن روز خیلی خوبه. حالا نه نه من خودم یاوز همه رنگی شده. یه راهنمایی مامان میخواست ازتون بگیرم، این که این اجاق گاز شیشه‌ایه خیلی هم زود کثیف میشه. الان من برنج دم کردم. چیزی هم میخوام یادتون بدم برای اینکه تعدیگمون بیشتره. خب علت ریز و درشتی قلقلیام اگه گفتید چیه؟ سلام، منو از تراس مامانینا پذیرا باشید. تو خیلی صدا پرنده میومد خوشگل بود، گفتم از اینجا سلام کنم بهتون. بعدم اینکه ما امروز پنجشنبه بود، ویدیو نمیدونم که میره، ولی امروز پنجشنبه بود، اومدیم خونه مامان اینا، داشت سبزیاشو جمع میکرد و خیلی کار داشت. گفتم یه آلبالو پلو درست کنم واسه بابا که خیلی دوست داره. بعد احسان از پیشنهاد داد، گفتش که به دوستانم نشون بده که چجوری درست میکنی، چون یه مدل دیگه یاد گرفتم که کانال قبلا گذاشته بودم، یه مدل دیگه یاد گرفتم که تزیین خیلی خوشگلی داره. با من همراه باشید. اول از همه اگر کانال منو دوست دارید لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید برای اطلاع از قسمت‌های بعدی. شد ببردی؟ شیشه نریز ها. فعلا. از این برم یه دور خط بکشی؟ نه دی یه وقت دو خط میشه. خب ببین مونا کدوم رفته؟ حسین آقا رفته شهرستانک با توپ بازی کرده تو اتاق، شیشه اتاق شکسته. حالا بابا یه شیشه داره، یه ذره فرق این سایزاشه، داره اندازه میکنه. ای شکست که بابا جا اینجوری که از درگو خوب ترک کرد، بعد شکست گو خوب دیگه به درد. خب حالا که شکنی مثلا باید درست بشکنیم که مثلا یاد بگیریم از دفعه دیگه. این حسین آقا کار برما درست کرد. خب بابا جان من برم شهرسونک با رفیقان اصلا شیطونی نمی کنم اصلا. ولی خب رفتم تو اتاق فوتبال بازی کردم، زدن شیشه هم شکوندم. فدا سرش بچه‌م. شیشه حالا خب دستون درد نکنه دیگه شکوندیم. ولی فدا سرش، اب نداره. نه من با آجان خوبی هستم. آره حالا اینجا بغل بهاران پاساژ بهاران شیشه بری هست. نه یکی دیگه دارم. اونو می‌برم دیگه اندازش می‌گیرم. خب دستو درد نکن. دست شما درد نکنه. بفرمایید. دندون دندون کردی؟ آره بابا. آخرش هم هیچ. امروز خونه مامان روز کاره، سبزیاش همه خوش شده، داره از سبد رد میکنه و بابا هم داره جارو برق میکشه. من شیشه هایی که خرابکاری کردن هم دیگه به درد اونم جمع میکنم که خور نزنن. بابا هم داره خرابکاری هاشو جمع میکنه. گفتم شیشه ریختی یا نمیدونم مواد به مدل اینا. حالا سبزی های خودش هم بوده به هوای شیشه شما. من یه قهوه درست کنم خستگی بابا در بره. مامان شما به کارت برس واسه سبزی، من جمع جون کنم نهار درست کنم. بابا داره قور میزنه. شما که از اول کاری بود، هر کار خودت هم کار خودت میزنم بیاهون آخر آخر میزنم بیاهون. آه چقدر ناراحته. سر بیاهون میزنم. رکابی هم تنشه، من زیاد نمیام بالا. داغون کردی؟ داغون. دارم قهوه درست میکنم برات، ناراحت نباش. ولی من از این دستگاه اسپرسو ساز تازگی ها گرفتم، خیلی بامزه است.
این شیرو که کفدار میکنه دوست دارم، اگر نه کار این که قهوه اصارگیری قهوهش این همین دستگاه های موکای خودمونه. حالا نمیدونم، شاید اون اینجوریه، فرق به نظر من نمیکنه. شیشرم ساناز خریده، چقدر بامزده است. خیلی عکس روشو دوست دارم، برای قهوه بابا گرفته. مامان نگرانه. آره مامان اسنپ گرفته. نگران همیشگی. خب من قهوه رو بریزم. اینم مامان گرفته تازگی ها، دیروز خریده، یه دونه داشت خراب شده بود، میگه خیلی دوست داره از اینا، میگه برای خوش کردن ظرفشویی و اینا خیلی خوبه، مثلا ظرفو که میشوریم اینجوری خیس میشه، ببینید با یه حرکت همه آبا جمع میشه، ببین چه قشنگ. خب اینم لیوان بابایی که میگین تولدش واسه سفارش داده، عکس خودشه، عکس جوونیاش هم هست، مجردیاش. بابا بیشتر میخوره اینا آزدگی هم چی؟ این مثل قبلنا بیش خودم لایک میزدم. آها بابا بخاره جنگه مختلف میکنه. آره برای پیچ هم میخواست اون رو پیچه رو مشکی کنه. آره دیگه لازم که نمیزنید شما، ولی من میزنم تو رو خوابیه رو بده به من زانا هر تو رو میخواه بردم. یه دونم بنفش بود اون دست زدم، خیلی خوشگیر بود. اینا ها اینه، اینه اینا سیگار رو برداری. نه این نارنجی. آره بده همسی تا کاری نگی که همه خوشگیر نمیزنی خوده؟ نه گلدن روز خیلی خوبه. حالا نه نه من خودم یاقوم همه رنگی شده. خدا رحمت شده، خدا رحمت همونا به خدا زندگی کردن. خب قهوه اونم آماده شده، اینو بابا بخوری. اینطوری از سبد رد میکنه. من حوصله این کارا رو ندارم، برعکس من مامان. آخه ببین نه که خود آدم درست میکنه. نگاه کنین میشوری تمیز، وقتی که میرزه تو زر دیگه نظرش خاک داره نه چیزی. بیرون من خیلی مایل نیستم به خاطر اینکه میگم ترسم نشسته خوش کنه. نه مامان قدیما اینجوری بود، الان خیلی پیشرفته شده. دیگه ما قدیمی هستیم، انگار که بیشتر به دلو میکرد. الان من نعنا، پونه، ریحون. اینو یه نعنا خود بهار شد، فصل بهار. دیگه واسه تون بگم جعفری، شیوید، اینا رو خوش میکنم، میکنم تو شیشه. هر موقع میخوام رسم برمیدم، قدیم ها چون زمستون نبود برف و گل بود عادت کردیم، الان هم نگاه که دیگه نمیتونیم نکنیم کارا رو. بعد درشتش هم میذارم برای دمنوش. درشته آره، کنه دمنوش هستم. بله این رو همه رو میکنم قاطی دمنوش همون. آره. عشنگ دم میکنم. این آلبالو هم برای شهرستانک بوده، مامان پارسال خوش کرده، میگه دیگه بخورید تموم بشه که دوباره داره دیگه فصل آلبالو میشه. خیلی خوشمزه بود. برای آلبالو پلو پیاز و من آبشو میگیرم، گوشت و ادویه قلقلی میکنم. یه پایه خریدم از توی این پیجا، اینقدر این چیزاش شوله پایهاش، هرچی میذاره قش میکنه با گوشت میفته. من بی خود قیمتش 30 تومن بود، خواهرم گفت نخر این قیمت، گفتم نه خوبه، ولی دیدم نه فلفل سیاه زدم، قرف زدم زدم. خب حالا ماساژش میدیم. خب علت ریز و درشتی قلقلی ها من گفتید چیه؟ ریزا رو میخوام برای توی برنجمون اندازه آلبالوامون باشه، درشتا رو واسه روش استفاده میکنم برای تزیین.
من دارم قلقلی ها رو سرخ میکنم، هم کوچیکا هم بزرگا رو ریختم یه جا. کوچیکا رو زودتر برمیدارم، بزرگا رو میذارم یکم دیگه سرخ بشه. آب برنجم هم گذاشتم، اینم درست کردم. ماست و تخم مرغ و زعفرونه، یه تعدیق زعفرون میدادم بهش. اینم که مربای آلبالیمه که مخصوص آلبالی پلو درست میکنم. فکر میکنم بهتون گفته باشم برای مربای آلبالی که برای آلبالی پلو استفاده میکنم کم شیرین میگیرم، توی فریزرم نگهداری میکنم که هرچه آلبالی که خواستم زیاد بزنم برنجمون شیرین نشه. بعد یه چیزی هم میخوام یادتون بدم برای اینکه تعدیقمون بیشتر اوقات تعدیق آلبالو پلو، چون شربت آلبالو میره زیرش سیاه رنگ میشه. اینم بهتون نکته رو بگم که چطوری چه کار کنیم که سیاه نشه. کشی کردیم تعدیق یه ذره زنده باشه. حالا من روغنی که ریختم قلقلی ها رو سرخ کردم، با همون دو الی سه قاشق روغن میخوام این غذا رو درست کنم. از روغن بر میدارم کف زرد، این روغن هم زرده چون توش قلقلی بوده، هم که دیگه اینجوری غذامون چرب نمیشه. خب حالا برای تجهیزمون که دیدید ماست و تخم مرغ و زعفرون زدم، میخوام تعدیقش زرد بشه با روش که قرمزه تفاوت داشته باشه. و اینکه اگر تعدیق زعفرونی نخواستید درست کنید، شما یه لایه کامل برنج بدید، از آب مرباتون اصلا نریزید، آلبالوی خالی بریزید، دقت کنید اصلا آب نداشته باشه. از آبش اگر خواستید بریزید، آخر سر رو برنج بریزید که نره زود پایین و باعث بشه تعدیقتون سیاه بشه. خب روغن داغ شده، همینطور که این یکم حالا میذاریم خودشو بگیره، میریم سراغ قلقلیامون. قلقلی بزرگا رو من برداشتم، کوچولوها مونده، زیرشو روشن کنم. از آلبالوش بر میداریم، یکم حواسون باشه آبش نباشه بهتر، به مقداری که دوست داریم که آلبالوش پر زیاد باشه، پر آلبالو باشه، به کم آلبالو میریزیم توی اینا. یکم که اینا با هم مخلوط شد، آماده میکنم برای لابلای برنجم. حالا برنج آروم میریزیم. پس چی شد اگر که تعدیق زعفرونی نخواستید، خواستید تعدیق برنج باشه یا نون گذاشتید، یه ردیف کامل برنج بریزید بعد آلبالو رو بریزید، از آبش هم استفاده نکنید چون سری میره ته، تعدیق سیاه میشه. مواد گوشت آلبالو کنیم روی برنجا، قشنگ به کناره هاشم بیاد که پیدا باشه وقتی خواستیم برگردونیم. یه ردیف دیگه روش برنج میدیم و دم میکنیم. یه ردیف دیگه برنج من ریختم روی اون. این قلقلی بزرگامو که برای تزیین بود روش چیدم که با دم برنج قلقلیامون هم خام نمونه و بپزه. اینو دم میکنیم با شعله پخش کن بهتره، به خاطر اینکه تعدیق زعفرونی داره. بیار دم شعله پخش کن، بیار دست در نکن، شعله پخش کن بذاریم. اینم ظرفای کثیف شده، بریم بشوریم تا دم بکشه. دست درد اینم رو هر سر کم اسفند دود کنیم. باش من حسین امرود خیلی به چشم اومد، کاری برای من انجام داد. حسین چی کار کرد؟ کیف مدارک رو میخواستم بالا کمون، بعد نفتم صندلی میوردم. گفتم حسین جا اینو رو به من بده، بابا جان گفتش که نه بابا بچه دستش میرسه بسید من سندلی بیارم. رفت دستش رسید داد، گفتم هزار الله اکبر، من بارش اسفن بخورم. چشم مامان اومده. خب اینو من بذارم کنار. این اسفند جا اسفندی مامان، اسفند رو کنیم در چی میگه، خیلی بامزه است. اینجوری درش باز میشه، توش مشخص میشه، توش هم گشته مامان گذاشته، این قهوه‌ای گشته است از بندر عباس میاره هانی جون برامون، خیلی بوی خوبی میده به اسفند. اسفند کلا حالا قدیم میگفتن چشم و نظر، ولی
اینکه حالت انرژی مثبت میده، بوی عروسی میاد، خاطرات خوب میاد، اینا رو ما دوست داریم. یه راهنمایی مامان میخواست ازتون بگیرم، اینکه این اجاق گاز شیشه‌ایه، خیلی هم زود کثیف میشه. الان من برنجو دم کردم، باید بردارم من پاک کنم دوباره برنجو بذارم دم کنم. این پایه هاش هم همینطور، با اینکه از اون اول نگاه کنید شسته، حالا الان که نشسته است. الان الان چیز ریخت روش، نیشوره ما نیشوره اینا هست، چربیش فقط میره. میخواست راهنمایی کنید ببینید که شما تجربه دارید که اینا قشنگ پاک شه، دوست نداره اینا روش باشه. دستبندمونم دود کرد. کشیدم خسته شدم، برای خودشم دود میکنه. برنج ما دم کشید بعد از 35 دقیقه. الان جدا میکنم ازش چون میخوام برنج رو برگردونم. ته قابل منم آب سرد میزنیم برای برگردوندن ترتیبش. یه کار دیگه هم قبل از برگردوندن انجام میدم، اینه که از شربت مربای آلبالو میریزم توی کاسه، یه ذره از برنج سفید میریزم که قرمز بشه برای تزیین روش. من وسایل تزیینم هم بردم اینجا، قلقلیام بود، یه ذره جعفری بود، این برنجه بود که توی شربت ریخته بودم. حالا میخوام برنجمو برگردونم. این قسمت یه قسمتیه که من همیشه استرس دارم، یعنی خیلی دوست دارم برنج برگشته بشه، ولی بعدا یاد گرفتم که برای همه چیز اعصابمونو خود نکنیم. اگر بر نگشت برنجو قشنگ اون توی دیستمون میریزیم و تهدیگارم نصف میکنیم میذاریم روش. یاد گرفتم یه چیزی ناراحت نباشم، چون قبلا خیلی اعصابم خود میشه. حالا ببینیم چجوری میشه. دسته های قابلمه مامانم چون یکم چیزه بالاتره، استرسش بیشتر. حالا با هم دیگه این تجربه رو بکنیم ببینیم چی میشه. فکر میکنم از صداش که برگشت. داغه؟ بله. باید میگم داغه؟ یاده؟ گل خانوم میفتن. قشنگ شد. حالا کاری که میکنیم یکم میبریمش، چون تزیین آلبالو پلو خیلی به نظر من آلبالو پلو به تزیینشه. نریز از این رنگی دیگه، خرابش نکردم. خب این ببینید چه خوشگل شد، راه راه شد، از خودم در آوردم این دفعه. حال بچرخون دیسو. خب ببین اون بچه این بود، این داشت قشنگ تر شد. قشنگ تر خوب. بیفتیم روزو تو حیات دلم دلهوره دارم، زود بگیر. آلبالو پلو آماده شد. آلبالو پلو یه غذای سنتی ایرانیه که من نظرم اینه که تزیینش خیلی مهمه که خوشگل بشه، چون خیلی آپشن داره واسه خوشگل شدن. میتونیم الان من آلبالو هم یادم رفت، از آلبالو هم اینجا بچینم. انشالله که خوشتون اومده باشه، انشالله که این ویدیو منو دوست داشته باشید، که همیشه با کامنتاتون واقعا انرژی میدید. خانم جمیله عزیز که به من
پیام داده بودن، گفته بودن من خیلی باهاتون همراه هستم و کامنت خیلی پرمهری گذاشته بودن، گفته بودن هیچ وقت جواب من رو نمیدید. باور کنید من تمام کامنت ها رو میخونم، جواب میدم. شاید گاهی اوقات مثلا برای یه ویدیوی رفته و برای اون شما یه ویدیو اومده روش، شما برای قبلی کامنت گذاشتید و من ندیدم. به هر حال شرمنده، ممنون همتون هستم، مرسی از همراهیتون. هم اینجا جا داره خدا رو شکر کنم برای اینکه این بیماری از بین رفت. آمار ماسکا خیلی اومده پایین، خیلی دیگه کم شده. خدا رو شاکریم که در همه حال مراقب بندگانشون هستن و همیشه ایشالا خبر خوب به هم بدیم، چه شما به من چه من به شما. ممنون از همراهی همگی، به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.